امینه، نویسنده مسعود بهنود. امینه به سفارت از سوی نادر به سن پترزبورگ رفت. در آنجا دوستان بسیار داشت. میرزا زین‌العابدین، ایلچی رسمی نادر که در معیت امینه روانه شده بود، به حیرت هر چند روز از سخنوری و درایت، نفوذ و کارگشایی امینه گزارشی برای نادر می‌فرستاد. همه شرح لیاقت و درایت امینه که وقتی با گشاده دستی جمع می‌شد، هیچ دری به رویش بسته نبود. پیام مهمی که امینه می‌بایست ره بگشاید تا میرزا زین‌العابدین لنکرانی به رجال و دولت مردان روس بگوید این بود که نادر آمده است در مقابل تسلط بر دریای مازندران عثمانی را چنان سرکوب کند که روس‌ها بتوانند به بسفور راه یابند و از آن سو به دریاهای آزاد برسند. نادر در مقابل این کار فقط کشتی می‌خواست، حتی به اجاره چند ساله، کاری که روس‌ها به آن تن نمی‌دادند. از نظر ایلچی نادر پنهان بود که امینه هم رضایت نداشت که نادر در اطراف خزر پایگاه محکمی پیدا کند. اما در این حال روش محمد حسن خان را هم نمی‌پسندید که مدام از استراباد به میان یموت می‌رفت و از آنجا با لزگی‌ها می‌ساخت و موی دماغ نادر می‌شدند. امینه دو سالی بود که هیچ نامی از محمد حسن خان در جمع نمی‌آورد و گهگاه در حضور کسانی که تصور می‌کرد خبر به نادر می‌رسانند، می‌نالید که از محمد حسن خان بی‌خبر است و محمد حسن خان به میان جنگل گریخته و در آنجا یکی و تنها و در انزباست. اما چنین نبود و محمد حسن خان در جایی بود که دست نادر به او نمی رسید، در هشترخان، و از آنجا هر از گاه با کشتی خود را به میان ترکمنها می رساند. آیا در همین دوران نبود که نزدیک قلعه اولاد گلوله ای از میان جنگل دست نادر را شکافت و در میان بهت رضا قلی میرزا که پشت سر نادر بود گلوله دوم و سوم اسب نادر را از پادر آورد؟ رضا قلی میرزا و محافظان نادر چون دانستند شاه زنده است به میان جنگل تاختند، ولی اثری از تیرانداز پیدا نشد. این زمانی بود که نادر رضا قلی را از ولیعهدی معزول کرده و نصرالله میرزا پسر دیگرش را به جای او نشانده بود. از همان لحظات اول حادثه نادر گمان بد به رضا قلی برد که نکند خواسته باشد انتقام از پدر بگیرد. از همین رو کسی به فکر محمد حسن خان پسر فتلی خان قاجار نیفتاد که با نادر پدر کشتگی داشت. چند ماه بعد به توطئه زنهای نادر که هر کدام می‌خواستند ولیعهدی را به پسر خود متعلق کنند، یکی را دستگیر کردند که اعتراف کرد پول از رضا قلی میرزا گرفته است. در یک مواجهه حضوری نادر رأی به محکومیت فرزند داد و در حالی که رضا قلی استدعای آن داشت که گردنش را بزنند، نادر فرمان داد تا او را کور کردند. امینه چون این حکایت را شنید، به یاد آورد که در آن دیدار اولین و آخرین با نادر چقدر او به دانستن زندگی پتر کبیر علاقه‌مند بود و از امینه درباره او می‌پرسید. عجبا، این بخش از زندگی نادر به پتر شبیه شد. امپراتور روسیه نیز به الکسیس پسرش بدگمان شد و بعد از یک بازجویی حضوری وی را خلق کرد و در پنهان کشت و به این ترتیب کاترین همسرش نایب السلطنه و جانشین او شد. امینه می دانست کار رضا قلی به دست مادر نصرالله میرزا ساخته شد. اما تفاوت نادر و پتر در آنجا بود که نادر بعد از کور کردن رضا قلی میرزا دیگران پادشاه درگیر نام نیک نماند. به حیوان سبایی تبدیل شد که کسی را در کنار او به فردای خود امید نبود. امینه که می دانست پایان داستان نزدیک است، در بازگشت از روسیه پسر کوچک خود را نیز از مشهد دور کرد و او را به سمنان برد و با خود نگه داشت. و در این دوران بود که حکایتی دیگر بر او گذشت. محمد حسین خان در یکی از جنگ‌هایی که در دوران دوستی و نزدیکی با رضا قلی میرزا همراه فرزند نادر به فارس رفت تا یاغیان آن حدود را سرکوب کند، دختری از ایل زند به زنی گرفت
که خواهر او نیز به حرم رضا قلی میرزا رفت. این وصلت امینه را با لورهای زند پیوند زد که به دستور نادر در ملایر بودند و سرانشان در رکاب نادر و از جمله کریم خان که فرماندهی دسته ای از سپاهیان نادر را به عهده داشت. در یکی از سفرهای امینه به مشهد که دخترش خدیجه نیز همراه وی بود، کریم خان او را از امینه خواستگاری کرد و امینه که کریم خان را به دلاوری و حسن خلق می شناخت موافقت کرد. کریم خان از آن مردان بود که امینه می پسندید، مرد زور بازو و عقل. هم از این رو با رضایت تن به وصلت دردانه خود با او داد و خدیجه را با جهیزیه مجلل و دیدنی به خانه او فرستاد. خود نیز چندی بعد در میان لورها در ملایر چند روزی میهمان آنان شد و خبر یافت که در آنجا نیز کسانی هستند که کباده پادشاهی میکشند و قابل تصور است که بازماندگان نادر از آنان نیز در رنج خواهند بود. اینک در سمنان امینه تنها بود در جمع خانواده خود، در میان نوه‌های میزیست که از میانشان محمد پسر بزرگ محمد حسن خان یکه بود و مورد علاقه امینه. اخباری که از خراسان می رسید و در میان هدایایی پنهان بود که از سوی یاران و فدایان امینه فرستاده می شد. نادر بیمار بود، چندان که طبیبان از او می گریختند، مانند حکیم علوی که از هند آورده بود. حکیم فرنگی هم برای تسکین درد آن غول افشاری که بعد از کور کردن رضا قلی مدام اطرافیان را می کشت چاره پذیر نبود. در این میان علی قلی خان برادرزاده نادر که شاه افشار مدام سرکوفت او را به فرزندان می زد، سر از اطاعت نادر پیچید و این سخت‌ترین خبری بود که به او رسید. نادر که تصور می کرد اگر بخواهد می تواند جهان را فتح کند، چنان که هند را گرفت و عثمانی را شکست داد، اینک در اوهام گرفتار آمده به آخرین روزهای محمود افغان شبیه می شد. فقط سرزدن به کلات نادری و گنجینه جواهراتی که از هند آورده بود به او تسکین می داد و شراب. شراب مدام و مستی و احزار میرغضب و فردا صبح بدحالی و پشیمانی و درد و باز شراب. طبیبان به زخم هولناکی که نادر در تن داشت او را از همخوابگی برحذر داشته بودند، ولی او چونان حیوانی سیری ناپذیر با کرهی دیگر طلب می کرد و آقا باجی ها و مامورانشان مدام دختری را نشان می کردن که بعد از یکی دو شب از چشم نادر می افتاد و به صف اهل حرم می پیوست که دیگر شمارشان از دست رفته بود. دعاها و نذر و نیازها، کشاندن او به عتبات و مناجات او بر مزار امیر مؤمنان و در بارگاه سالار شهیدان هیچ کدام اثری نبخشید و باز نادر به خراسان برگشت و ایلات و طوایف نفسی به راحتی کشیدند. این بار کردهای قوچان طغیان کردند. خیال لشکرکشی داشت که خبرچینان خبر دادند که از اهل اردوی او کسانی با علی قلی برادرزاده یاغیش در ارتباطند. میرغضب، میرغضب. این صدایی بود که مدام از سراپرده او شنیده میشد. جز آن شب که شراب و خفتن در بستر همسر عیسوی تازه‌ای که گرفته بود از اجرای حکم بازش داشت، غافل که اردویی را در خوف مرگ نشانده و میرود که بخوابد. هنوز پشپش درون چادر او و نو عروس عیسویش قد نشده بود که محمد بیک قاجار، صالح بیک افشار و قوچه بیک که هر سه از سران سپاه و فدایان نادر بودند، هم پیمان شدند که پیش دستی کنند. نیمه های شب با بلند شدن صدای خسخس دیوی که اگر بیدار می شد حریف آن هر سه بود، آنان سری را که سر شب قصد تاراج داشت بریدند. سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت. گنجینه نادری که همواره همراهش بود همان شبانه تاراج شد. سحرگاهان چنان آشوبی در درون اردو افتاد که کسی ندید که چگونه ستاره نو عروسی که نادر در بسترش سر بریده شد خود را کشت و کسی در جستجوی سر آن تاجدار هم بر نیامد. کسی عزادار و ماتم زده شاهی که در 17 سال قدرت و 12 سال پادشاهی تمام منطقه و شبه قاره هند را مسخر شده بود نشد. نادر از سوی تا دروازه اروپا و از جهتی تا دروازه چین تاخته بود
و در سر هوای جنگ با امپراتوری روس داشت. کسی بود که 18 پادشاه را به زانو درآورد و 10 خان مقتدر را به بند کشید. با مرگش آشوبی در انتظار ایران بود که پیش از آن دیده نشده بود. از اثر 2-3 سال ظلم و ستمی که در پایان عمر به مردم روا داشت، خبر مرگش به هر جا رسید، مردم بر مأموران و حاکمان او شوریدند. سرها که به بالای دار می رفت و خزینه ها بود که تاراج می شد. اما امینه با همه خبرچینانی که در اطراف نادر داشت و در اردوی او هر کجا می رفت و هم در مشهد تا غروب از آن حادثه با خبر نشد. سیاهی بر عالم نشسته بود که یکی در قلعه سلطانی سمنان را کوفت. قراولان اسم شب پرسیدند و شنیدن که محمد بیک عموزاده برای محمد حسین خان پیامی آورده است. امینه خود به بالای برج رفت و دید که آن قجر با 2-3 سوار آمده است. دروازه گشوده شد. محمد بیک آمده بود تا همان بخش از خزینه نادری را که سهم برده بود تقدیم دارد و هم خبر را برساند. خبری که به شنیدن آن زن در زیر بالا پوش پوست خود به لرزه افتاد. محمد بی نیمه شب مطایبه میگویی؟ این صدای محمد حسین خان بود. نه، آمدم تا 2-3 روزی مرا پناه دهید که آبها از آسیاب بیفتد. امینه متفکرانه و آرام گفت: یعنی جایی آرامتر از این قلعه در همه ایران نبود؟ محمد حسین خان رفت تا سواران همراه خان قاجار را سامان دهد و جایی برای عموزاده تدارک بیند. امینه دستور داده بود تا غذایی بیاورند و خود نمی دانست فکرش را در کجا متمرکز کند که صدای محمد بیگ برخاست. من برای طلبی آمدم، وگرنه در میان ایل خود جای مطمئن تر داشتم. امینه پرسید: طلب؟ و محمد بیگ همچنان که می گفت آری، بند توبره ای را که در دست داشت گشود و آن را رها کرد وسط تالار. جسمی غلطان از آن بیرون دوید که در سیاهی به چشم نمی آمد. محمد بیگ مشعل را از دیوار برگرفت و نزدیک برد. امینه بی اختیار از وحشت جیغ کشید. سری بود با خون تازه، سر نادر افشار. امینه پیام را دریافت. مگر تو او را؟ بله، من او را سر بریدم. انتقام فتلی خان را گرفتم. حالا نوبت توست که به وعده ات عمل کنی. تا محمد بیگ سر را به توبره برگرداند که کسی را نگاه بدان نیفتد، چشمانی دیگر هم به آن سر بی جان دوخته شد. چشمانی خاکستری که در شعله مشعل به سبز می زد. پسرکی باریک و قد بلند که بیشتر از سنش که 9 ساله بود نشان می داد. امینه او را در آغوش گرفت و در پاسخ نگاه پرسان محمد بیگ گفت: محمد است، محمد خان، آقا محمد خان، فرزند محمد حسن. خان قاجار از نگاه کودک تکان خورد. در نگاه او از ترس نشانی نبود. با مرگ نادر هرج و مرجی در اردوی او پدیدار شد. در یک روز همه به جان هم افتادند. دسته هایی که به قدرت نادر زیر فرمان او گرد آمده بودند، هر یک راهی برگزیدند. تنها سوگوار نادر آزادخان افغان سردار او بود که در پی قاتلین او افتاد. از دیگر سرداران کریم خان زند با سپاهیان خود ابتدا به خراسان و پس از آن به ملایر رفت و ایل را که به زور نادر از فارس کنده شده بودند گرد آورد و رو به سوی فارس نهاد. او در سر خیالی بزرگ داشت. محمد بیگ پس از 2 روز که در قلعه سلطانی سمنان بود برای یاران خود پیام فرستاد و با لشکری از ترکمنهای قجر راهی استراباد شد. او از پیش هم فرمانی از نادرشاه داشت که استراباد را تحت حکم وی در می آورد. هنوز وی در کرسی حکومت استراباد جا محکم نکرده بود که با محمد حسن خان روبرو شد که خیال سلطنت داشت و سالها منتظر این بود. او به هیچ چیز جز سلطنت تمامی ایران اکتفا نمی کرد. این جمع مدعی تا به خدایند علی قلی خان برادرزاده نادر در خراسان بر تخت نشست و به نام عادل شاه خطبه خواند و در روزی تمام خانواده پرتعداد نادر را از زن و مرد سر زد.
فقط دختران جوان او به اسیری به خانه این و آن رفتند. علی قلی خان حتی از رضا قلی میرزا فرزند کور نادر چشم نپوشید و او را نیز با دست خود کشت. یک بار دیگر در فاصله حدود 20 سال قتل عامی که محمود و اشرف افغان از صفویه کرده بودند تکرار شد. سلسله افشار با مرگ نادر گسسته شد. از میان تمام اولاد نادر فقط شاهرخ میرزا زنده گذاشته شد. فرزند رضا قلی میرزا و رازیه بیگم که جوانی زیبارو بود و می گفتند دختر علی قلی خان بر او دل بسته است و همین شاهرخ را از مرگ نجات داد. در همان زمان که آزاد خان افغان سر برافراشته و آذربایجان را گرفته بود، محمد حسن خان از استراباد به گیلان رسیده. حاکمان محلی نادر از جمله علی مردان خان بختیاری در اصفهان علم استقلال برپا داشته بودند. هراکلیوس گرجستان را از آن خود کرده، عثمانی ها پیمان با نادر را از یاد برده، بغداد و بصره و سلیمانیه را باز پس گرفته بودند. در قندهار و لاهور نیز به نام آزاد خان خطبه خوانده بودند. علی قلی خان، عادل شاه افشار، فقط در اندیشه گنجینه نادر بود که در کلات نادری مدفون شده بود و جز نادر کسی مفتاح ورود به کلات را نمی دانست. او باور داشت که با تسلط بر این گنج افسانه‌ای خواهد توانست بر تمام مدعیان پیروز شود. کار گشودن دروازه های سنگین کلات نادری که خود یکی از شاهکارهای معماری جهان بود، بعد از یک ماه تلاش و شکنجه و قتل ده‌ها نگهبان با انفجار و زور و منجنیق ممکن شد. عادل شاه در همه این مدت در کلات بود و غافل که از هر سو یکی سر برمی آورد. باور او این بود که با کشتن اولاد نادر و از میان برداشتن افشار تا مدتی مدعی بزرگی در پیش نخواهد داشت. گرچه مجموعه افسانه‌ای جواهرات نادر در کلات نادری بود، اما این تنها دارایی موجود در ایران نبود. گنجینه در اختیار امینه خود می‌توانست دارایی بزرگی به حساب آید و آنچه قاتلان نادر از گنجینه همراه او به غنیمت برده بودند نیز هر کدام در گوشه‌ای بود. امینه با گنجی که به او رسید، یک ماه بعد از رفتن محمد بیگ به دعوت او به راه می افتاد تا به استراباد برود. او که روزگاری خود را ملکه ایران می دید، اینک باید برای وفای به عهدی که بسته بود راهی استراباد می شد و به خانه محمد بیگ که خود را حاکم استراباد می دانست می رفت. چون این قفس سزای چون او خوشالحانی نبود، اما عهد شکنی هم نمی توانست. آیا محمد حسن خان به اشاره امینه بود که عموزاده را از کرسی استراباد با خشونتی برکند؟ هرچه بود محمد بیگ اسیر محمد حسن خان در راه از اسب به زمین افتاد و فلج و زمین گیر شد. قضای آسمان بود و دگرگون نمی شد. همان که خواجه شیراز چندی قبل در پاسخ سؤال و فال امینه به او گفته بود. در آق قلعه ترکمنان امینه را چونان ملکه‌ای به پیشواز می آمدن. محمد خان نوش که همدم اوست در شادمانی ترکمنان با اسب سواری و تیراندازی می نماید که خانزاده است. محمد حسن خان خود برای تصرف دامغان رفته و در آق قلعه نیست که هنرهای فرزند را ببیند. در عوض جیران در کنار امینه تماشاگر هنرهای فرزند خیش است. اما محمد حسن سرانجام فاتح و مغرور برمی گردد. سپاهیان او در هر جنگ فاتحند. اما در دومین شب ورود او به آق قلعه، مشایخ ترکمن به دیدار او می آیند که شاهش می خوانند. آنان تمنا دارند که قبله دوم شیعیان ایران یعنی مشهد را فتح کند. محمد حسن خان خود در اندیشه دست انداختن به جواهرات نادر است و حمله به قندهار و هرات. پس دعوت روحانیون استراباد را به جان می خرد. امینه هنوز زود می بیند که محمد حسن خان بتواند به خراسان دست یابد. معتقد است که او باید در انتظار بماند که مدعیان تخت نادر یکدیگر را بدرند و خون هم را بمکن و ضعیف شوند. در حالی مادر و فرزند به گفتگو می افتند که امینه پا در راه سفری دور است. او از مدتهای پیش در سر داشت که سفری به سن پترزبورگ کند و از آنجا راهی یوروپ شود.
و سر آن دارد که محمد خان را نیز با خود همراه کند. جیران را توان آن نیست که با امینه مخالفت کند و او را از بردن محمد خان باز دارد. پس دست به دامان شوهر خود می زند. لشکری گرد آمده، آماده ی حمله به خراسان است و کشتی اجاره‌ای روسی در خلیج حسین قلی آماده تا امینه را با جمع همراهان خود به سفری دور برد. تنها محمد است که باید راه خود را انتخاب کند. از یک سو سفر به دیار فرنگ که امینه آن را روی نقشه جغرافیا نشانش داده به شوقش می آورد. از سوی دیگر خوی جنگجو و تربیت ترکمن در وی طلب جنگ می کند. استخاره و تفعلی از حافظ ممکن است محمد حسن خان و جیران را به فکر اندازد. اما این کودک 10 ساله را هوایی دیگر است. سرانجام خوی جنگجو او را به صحنه‌ای می‌اندازد که زندگیش را دگرگون می‌کند. محمد خان با پدر همراه می‌شود و نگاه حسرتبار امینه و اشک‌های جیران را ندیده می‌گیرد. امینه وصیت‌نامه خود را نزد جیران می‌گذارد و همان روز سوار بر کشتی روسی می‌شود. همان دقایقی که محمد حسن خان بر کهر خود می‌نشیند و پیشاپیش لشکری جنگی که روحانیون استراباد آن را از زیر قرآن می گذرانند به سوی خراسان می رود. محمد با قد بلندش و تپانچهی بر کمر و تفنگی بر دوش سایه به سایه پدر، انگار نه که او تازه 10 سال دارد. تازه امینه به هشترخان پا نهاده بود که سپاهیان محمد حسن خان گرفتار شبیخون علی قلی خان عادل شاه افشار شدند. محمد حسن خان تصور نمی کرد پیش از رسیدن به محدوده خراسان جنگی در پیش باشد. به راستی غافلگیر شد و اگر دلاوریش نبود جان خود را از دست می داد. اما چنین نشد و سپاهیان عادل شاه وقت گریز فقط توانستند محمد خان را که از اسب به زیر افتاده و در گوشه‌ای کمین کرده بود در خرجینی کنند و به تاخت با خود به مشهد ببرند و در مقابل بازخواست شاه خونریز افشار او را نثار کنند. گروگانی که با وجودش شاه مطمئن بود که می تواند با محمد حسن خان معامله و او را رام کند. عادل شاه به اشتباه می پنداش با تهدید قتل محمد خان پدرش را به تسلیم وامی دارد. اما چنین نشد و محمد حسن خان پیام آور او را کتک سختی زد و پیام فرستاد که از لحظه گرفتاری محمد را در خاطر کشتم. چند پسر دیگر دارم. با آنها بنیادت را برمی اندازم. عادل شاه محمد را به حرم سپرد و نگهبانان مأموریت یافتند که از خروج او جلوگیری کنند. او در میان حرمسرای عادل شاه که گروه کثیری زن و دوشیزگان دم بخت در آن بودند، با آن قد بلند و چشمانی که کسی رنگ آن را نمی دانست روز و شب می گذران. با تبختری که از امینه به یادگار داشت، با رفتاری شاهانه، و در همانجا بود که دستگلی به آب داد. باز کردن باب کشش و کوششی با یکی از دختران عادل شاه که چند سالی هم از او بزرگتر بود. این ماجرا در ابتدا به چشم ها نیامد. اما حسادت ها و تفتین زنان علیه دیگر کار خود را کرد و عادل شاه خونریز به خبری که برایش رسید شبی محمد خان قاجار را در بستر یکی از زنان خود برهنه یافت. در حالی که دخترش نیز برهنه در همان بستر بود. عادل شاه می‌خواست با دستان خود هرسه را خفه کند که محمد گریخت و از در بیرون زد. دنبال کردن او بدنامی در پی داشت و عادل شاه گذاشت تا این رسوایی پنهان بماند. روز دیگر به دستور او در خفا به همسر و دختر گناهکارش زهر خوراندند و محمد را به میرغضب سپرد تا او را از مردی محروم کند. 4 مرد حریف آن پسر 11 ساله نبودند تا سرانجام با زدن ضربه‌ای به سرش او را بیهوش کردند و این درست در زمانی اتفاق افتاد که به خاطر امینه راضیه بیگم مادر شاهرخ در تدارک بود تا محمد را از اسارت برهاند و شبانه فرارش دهد. امینه پیش از اینها برای راضیه بیگم فاش کرده بود که این طفل در حقیقت نوه شاه شهید شاه سلطان حسین صفوی پدر اوست و نه چنان که می نماید نوه فتلی خان قاجار. راضیه بیگم در گذر ایام و با قتل عام‌هایی که در خاندان صفوی رخ داد
چندان بیکس شده بود که حاضر بود خود را به خطر اندازد و محمد پسر محمد حسن خان را از بند برهاند. ولی دیر شد. محمد یک ماهی در بستر خفت و در این مدت چشمانش مدام به سقف تالاری بود که در آن خفته بود. فقط حکیم باشی که برای مرهم گذاشتن بر زخمش می آمد خبر داشت که میر غضب به بریدن عضو آن کودک اکتفا کرده و بیضه‌هایش را چنان که مرسوم بود نکوبیده است. پسری که امین دل به آینده او بسته بود دیگر آقا محمد خان شد. نامی که تاریخ به او داد. امینه و جیران از این داستان بیخبر بودند. دو ماه بعد ابراهیم خان برادر عادل شاه بر وی شورید و او را نابینا کرد و به دوران کوتاه ولی پرادبار او پایان داد. ابراهیم خان نیز هفته بعد به دست قراولانش کشته شد و لشکریان به کاخ شاهرخ رفته و او را به سلطنت برداشتند. رازی بیگم با به سلطنت رسیدن پسرش محمد را که همزمان با قتل عادل شاه به خانه او پناه برده بود همراه با چند قراول به استراباد فرستاد که به سفارش های امینه عمل کرده باشد. در میان این فرزند اسیر خان را به شکوه پذیرا شدند و رنگ زرد او را به حساب رنج و آزار دوره اسارت گذاشتند. در خراسان هنوز 3 ماه از سلطنت شاهرخ نگذشته بود که میر سید احمد متولی باشی حرم مطهر بر وی شورید. او که نوه دختری شاه سلطان حسین بود، وقتی دانست مردم شیعه خراسان شاهرخ را فقط از آن رو که او هم نوه دختری شاه صفوی است به سلطنت برداشتند، این را بیشتر حق خود دانست. او بار دیگر تیغ در میان انداخت و خانواده شاهرخ را کشت و خود او را نابینا کرد. فقط پسری از اولاد شاهرخ به نام نادر که در این زمان در سبزوار بود سالم ماند. شاهرخ نابینا در کنج زندان بود و میر سید احمد با نام سلیمان شاه سالس خطبه خوانده و سکه ضرب کرده بود که این بار یوسف علی یکی از سرداران نادر بر سلیمان شاه شورید. او را کشت و شاهرخ نابینا را به تخت نشاند. اما 2 سردار دیگر جعفر و میر عالم متحد شده یوسف علی را کشتند و دوباره شاهرخ را به زندان انداختند. در این هرج و مرج احمد خان عبدالی از قندهار به خراسان حمله برد. میرعالم را کشت، شاهرخ را دوباره به شاهی رساند. چنین آشوبی در هر یک از ایالات ایران برپا بود. چنان که اصفهان چند باری دست به دست شد، شیراز هم در امان نماند. سرانجام سلطنت آذربایجان، گیلان و مازندران از آن محمد حسن خان شد. فارس و اصفهان و بخشی از خوزستان نصیب کریم خان زند و شاهرخ نیز در خراسان بود. تنها کسی که در این میانه می توانست میانجی باشد و از جنگ و خونریزی اینان جلوگیری کند امینه بود که هم بر فرزندش محمد حسن خان حکومت داشت، هم بر دامادش کریم خان زند و هم بر شاهرخ نابینا که مادرش فاطمه بیگم از دخترکان دستاموز او بود و یکی از آنها که روزگاری فتنه اصفهان خوانده می شدند. اما امینه در این زمان قوقایی ایران را پشت سر گذاشته بعد از 3 روز سفر با کشتی باز در هشترخان بود. همانجا که روزگاری با پتر کبیر امپراتور روسیه دیدار کرده بود. همان زمان که فتلی خان شوهرش به خدعه نادر کشته شد. نشسته بر کالسکه مجلل که او را به هشترخان می برد. در این فکر بود که در آن 20 و چند سال بر او چه گذشت. به ایران فکر می کرد و بر خودش که هم در برافتادن صفویه و هم در کشته شدن نادر و بر افتادن افشاریه به نوعی سهم داشت. و حالا نوبت به پسرش رسیده بود. امینه در عین حال خبر داشت که امپراتوری روسیه نیز در این فاصله دستخوش چه ماجراها شده است. مرگ پتر کبیر و سلطنت کاترین. امینه این کاترین اولدنبورگ را خوب می شناخت و از تصور او در مقام امپراتوریست لبخندی بر لبانش می نشست. اما کاترین زود مرد و پتر دوم جانشین او شد و در پی او باز یک زن امپراتور روسیه شد. آنا برادرزاده پتر. حالا امینه وارد سرزمینی شد که الیزابت دختر پتر کبیر امپراتوریس آن بود و نادیا دختر اسمایلوفسکی دوست قدیمی امینه
که از جمله همدم‌های امپراتوریس جدید بود. در آخرین نامه برایش نوشته بود که در سن پترزبورگ به دیدار امپراتوریس نایل خواهد آمد. کالسکه‌ای که امینه را به سن پترزبورگ می‌برد، توسط 200 سوار محافظت می‌شد و در پشت سر او نیز کالسکه‌های متعددی در حرکت بودند که همراهان او را حمل می‌کردند و هدایایی که برای تقدیم به امپراتوریس و اشراف روسیه آورده بود. یک اشرافزاده روس از خانواده رومانوف با همسر جوانش به عنوان میهماندار در کالسکه او نشسته بودند. در هر جا که این قافله می ایستاد، در مجلل‌ترین خانه یا قصر محل سکونت می‌یافت. امینه خود از مصاحبت آنه کاترینا، همسر الکسیس، مهماندار خود لذت می‌برد. آنا نوه علی اسمایلوفسکی، بزرگ خانواده اسمایلوفسکی بود که در اولین سفر امینه به روسیه با آنها آشنا شد. در همه این سالها خانواده اسمایلوفسکی با امینه در ارتباط بودند. این روابط به تجارت هم انجامیده بود. کمپانی هند شرقی هلند به توصیه امینه تجارت ماورای خزر خود را به اسمایلوفسکی سپرده بود و امینه خود بر این ارتباط نظارت داشت و بارها میزبان اعضای خانواده اسمایلوفسکی بود که به سرزمین تاجیک ها می آمدن. طلا و گل نفت، پنبه و گندم در رفت آمده از صحراهای خشک قزاق‌ها و ازبک‌ها تا استپ‌های سبز اطراف مسکو، روابط امینه را با خانواده اسمایلوفسکی محکم می‌کرد. اینک بزرگ خانواده جای خود را به سه پسر و دو دختری داده بود که نام خانواده اسمایلوفسکی را در اطراف امپراتوری روسیه زنده نگاه می‌داشتند. اسماعیل فرزند بزرگ خانواده سرکرده گروهی نظامی بود که محافظت از ملکه را به عهده داشتند. برادر کوچک اسماعیل یکی از دختران خانواده سلطنتی رومانوف را به زنی گرفته و عملاً درباری شده بود. این ارتباطات از املاک و دارایی‌های خانواده پاسداری می‌کرد. آنا در کالسکه برای امینه می‌گفت که در آن سال‌ها این تنها خانواده اشرافی و ثروتمند مسلمان روسیه چگونه در حوادث مختلف نقش داشته است. بزرگترین نقش آنها در به سلطنت رساندن الیزابت دختر پتر کبیر بود. پتر کبیر چند ماه بعد از دیدار امینه با او درگذشت، بیان که کسی را جانشین خود کرده باشد. او الکسیس تنها پسر و ولیعهد خود را سالها پیش خلع و عملا کشته بود. بعد از مرگ پتر کبیر، امپراتور افسانه‌ای و بنیادگذار اصلی امپراتوری قدرتمند روسیه، کاترین همسرش به قدرت رسید. ولی او هم دیری نپایید و بعد از مرگش مطابق وصیت او پتر دوم به جانشینی او گذاشته شد. و این انتخاب قدرت منشیکوف صدر اعظم را که فرماندهی کل قوا را هم در دست داشت افسون می‌کرد. چرا که امپراتوریس وصیت کرده بود که جانشین دختر منشیکوف ماریا را به همسری برگزیند. اگر چنین می‌شد اسمایلوفسکی و دالگورکی دو خانواده متنفذ به زحمت می‌افتادند. به همین جهت آنها دست در دست هم گذاشتند و دو ماه بعد با گرفتن فرمانی از تزار بی اراده منشیکوف و خانواده‌اش را دستگیر کردند. اموالشان مصادره شد و خود آنها از جمله ماریا که نزدیک بود ملکه روسیه شود راهی سیبریه شدند تا در سرمای جانفرسای آن مرگ را ثنا گویند. کاترین دختر دالگورکی نامزد تزار جوان پتر سوم شد. اما او هم به کام نبود و پتر سوم به مرض آبله درگذشت. شورای سلطنتی به جستجو افتاد و آنا دختر ایوان برادر پتر کبیر را برگزید. در حالی که اسمایلوفسکی‌ها نظر به الیزابت دختر پتر کبیر داشتند که به دستور پدر به عقد دوک فردریک گیوم درآمده و در این زمان بیوه‌ای 30 ساله بود. آنا که به تخت سلطنت نشست، خانواده دالگورکی وی را وادار به تشکیل مجلس و قبول نوعی مشروعیت کردند. کاری که نظامیان نمی‌پسندیدند. به همین جهت هم بود که با انصراف ملکه از مشروطیت و قانون، نفوذ دالگورکی‌ها هم پایان گرفت. و باز اسمایلوفسکی ها ماندن. از نفوذ پنهانی و قدرت اسمایلوفسکی ها همین بس که ملکه جدید که کاخ کرملین را دلگیر می دانست به دهکده‌ای که مرکز املاک اسمایلوفسکی ها بود و اسمایلوسکووا نام داشت در نزدیکی مسکو نقل انتقال کرد و سگ‌ها و معشوقش را هم برد و از همانجا امور مملکت را اداره می کرد. او چنان نبود که اشراف و بزرگان روس بپسندند. و نیمی از روز را با لباس‌های جلف و نامرتب
و روسری نازک در میان دلقکان و پیشگویان می‌گذراند. و در دوران او در ایران، نادر افشار توانست ایالات‌های از دست رفته شمال، گیلان و مازندران و بخشی از آذربایجان را بدون جنگ پس بگیرد. و سرانجام درست در زمانی که جیران، زن ترکمنی که امینه برای پسرش محمد حسن خان گرفته بود، اولین فرزند خود محمد خان را به دنیا آورد. آنا امپراتوریس بیقابلیت روس هم درگذشت و اسماعیلوفسکی ها توانستند کاری را که مدت ها بود در نظر داشتند صورت دهند و الیزابت دختر پتر کبیر را به سربازخانه کرملین برند. دختر پتر انگار از پدری که او را تربیت نکرده بود قدرت و زیرکی را به یادگار داشت که با حرکت کودتایی خود نقشه ملکه آنا را به هم ریخت که می‌خواست خواهرزاده شیرخواره خود را امپراتور آینده کند و معشوق وفادار خود را نایب السلطنه. با رفتن الیزابت که لباس نظامی به تن کرده بود به میان سربازان فریاد زنده باد امپراتوریس بلند شد. الیزابت از همان ابتدا در صدد برآمد که جانشینی مناسب برای خود تعیین کند و به بی‌سامانی‌ها و توطئه‌های جانشینی پایان دهد. پس خواهرزاده 14 ساله خود را از ایالت آلمانی زبان هولشتاین فراخواند و او را که اصلاً هوش و استعدادی نداشت به عنوان پتر سوم تزار آینده به مردم روسیه شناساند. ملکه الیزابت چندی بعد در صدد برآمد برای این نوجوان عقب افتاده همسری پیدا کند. همسری که بتواند او را از بچگی و عروسک بازی به در آورد. اینک در کالسکه‌ای که امینه را به سن پترزبورگ می‌برد، آنا برای او می‌گفت که یک دختر جوان آلمانی که خانواده‌اش فقیر و بی‌چیز بودند، به عنوان نامزد ولیعهد روسیه انتخاب شده و در مراسم رسمی به او کاترین نام دادند و یک ماه پیش رسماً همسر تزار آینده شده است. امینه در سن پترزبورگ فوراً موفق به دیدار ملکه شد. او گرچه 10 سالی از ملکه الیزابت بزرگتر بود، ولی با قد بلند و اندام باریک در لباس سیاه همیشگی خود هنوز جلوه ها داشت تا بفروشد. نخستین دیدار آن دو به شرح خاطره امینه از شرفیابی خود به حضور پتر کبیر و ملکه کاترین گذشت. رازوموسکی آجودان ملکه که در محافل زنانه به او امپراتور شبها نام داده بودند، در این ملاقات پهلوی تخت امپراتوری ایستاده بود. رازوموسکی با چند سوال از امینه نشان داد که قدرت را او در دست دارد و ملکه فقط به خوشگذرانی و آرایش و شکار و مجالس شبانه علاقه‌مند است. و اینها از جمله اموری بود که امینه هرگز به آن دل نبسته بود. چند روز بعد که امینه به تنهایی به دیدار کاترین همسر ولیعهد رفت، با موجودی دیگر روبرو شد. این دختر بچه 17 ساله به خود او شباهت می‌برد. امینه در پشت نگاه آرام و خجول کاترین چیزی دید که نمی توانست از فکر آن خارج شود. عجیبتر این که کاترین نیز در همان دیدار اول شیفته ی این زن شرقی شد که شبیه هیچ یک از زنانی نبود که می شناخت. هنوز امینه در خانه‌ای که در نزدیکی کاخ بزرگ ملکه الیزابت برای او در نظر گرفته بودند، اساس خود را نگشوده بود که بین او و ملکه آینده روسیه روابطی برقرار شد که بیش از همه خانواده ها اسمایلوفسکی را خوشحال می کرد. روزی که امینه به حضور امپراتوریس شرفیاب شد تا هدایایی را که آورده بود تقدیم دارد، آشکار شد که امپراتوریس عروس رومانوف ها را زیر نظر دارد. امپراتوریس از امینه پرسید: عروس ما یکاترینا را چگونه دیدید؟ امینه با لبخندی پاسخ داد: همانطور که انتظار می رفت، ایشان انتخاب امپراتوریس هستند و بهترین انتخاب ها. امپراتوریس با لحنی که امینه ندانست گلایه در آن است و یا تحسین گفت: یکاترینا همیشه کتابی در دست دارد و می‌خواند. از مطالعه خسته نمی‌شود. امینه پاسخ داد: دختران جوان باید خود را برای مسئولیت‌های بزرگ آماده کنند. پرنسس از اینکه معلم مدبری مانند امپراتوریس دارند باید بسیار خوشحال باشند. از میان هدایای امینه تزیینات بافته شده ترکمنی و ردیف فیروزه‌هایی که با نقره و طلا به هنرمندی در هم آمیخته و به صورت گردن‌آویز و گوشواره درآمده بودند، پیش از همه امپراتوریس را خوش آمد. جز آن که چند قالی خوشباف تبریز، کاشان و مشهد نیز حاضران را به تحسین واداشت. برخلاف کاترین جوان که می‌خواست درباره تمام جهان و اقوام و ملل بداند
و کمتر به گفتگوهای زنان و روابط خصوصی افراد علاقه نشان می‌داد، امپراتوریست نه در آن دیدار و در دیدارهای دیگر به مسائل جدی نمی‌پرداخت و جز مهمانی و خوشگذرانی و لباس و جواهرات در اندیشه دیگری نبود. گاه در کلامش تفرعن و طعنه هم می‌نشست که امینه را خوش نمی‌آمد. از جمله روزی که در جمع به امینه گفت که شنیده است در بین ایرانیان و اعراب زنانی هیچ جایی جز پشت پرده های حرمسرا ندارند و در همه عمر جز همسر خود را نمی بینند و در خانه زندانی هستند. امینه با ادب گفت مگر وقتی که به سن پترزبورگ به حضور امپراتوریس می رسند. درباریان روسیه کم کم به این نوع پاسخهای امینه عادت کردند. گرچه در نهان و پشت سر او مدام درباره زباندانی، ساده پوشی و متانت و خیشتنداری او سخن می گفتند، ولی در حضور او ناگزیر به رعایت می شدند. او با سخن گفتن آرام و متین و لباس همیشه سیاهش که سراپای او را می پوشاند و موهایش را زیر کلاه و توری از نظرها پنهان می داشت، بیشتر اسرارآمیز می نمود. و جز امپراتوریست که گهگاه با وجود او قهقهه سر می داد و با صدای بلند کلمات عامیانه بر زبان می آورد، دیگران که معمولاً مرهون هدایا و بلند نظری های امینه بودن احترامش را به جا می آوردن. 6 ماهی بعد از حضور امینه در سن پترزبورگ، وقتی دربار قصد حرکت به سوی مسکو را داشت، امینه از امپراتوریس اجازه خواست تا به اروپا برود. ولی الیزابت به بهانه آنکه در اروپا جنگ در جریان است و راه ها بی خطر نیست، از وی خواست نیم سال بعدی را هم با درباریان در مسکو سر کند. و در همین زمان بود که آن حادثه رخ داد. حادثه‌ای که از مدت‌ها پیش امینه در انتظارش بود. در یک مهمانی شلوغ که در آخرین روز اقامت امپراتوریس در سن پترزبورگ برپا شده بود، ملکه او را به کناری کشید و ناگهان پرسید که آیا او با یکی از دول اروپایی ارتباط مخصوصی دارد؟ امینه اصلا خود را نباخت. می‌دانست این می‌تواند آغاز پرونده‌سازی برای او و شاید پرنسس کاترین باشد که مدتی بود ملکه به او بی‌محبت شده بود. همانطور که قبلاً هم به عرض امپراتوریس رسید، من با کمپانی هند شرقی هلند شریک هستم و بخشی از درآمد معاملات این کمپانی با ایران و ماورای خزر سهم من است. حالا با توجه به عنایت امپراتوریس و دستوری که به استدعای من صادر گردید، این معاملات وسعت گرفته. انگلیسی ها را به حسادت واداشته. آنها هر وقت رقیبان خود را ببینند که موفقیتی به دست آوردند، احساس شکست می کنند و به شایعه سازی می افتند. امپراتوریس حرف امینه را قطع کرد که بجز هلند، مقصودم کشورهای بزرگ اروپا مثل انگلستان، فرانسه، اسپانیا یا آلمان و پروس است. امینه فوراً دریافت که از کجا می خورد. فرصت نشد تا حضورتان عرض کنم. پدرم در پاریس املاکی دارد که تا زمان لویی 14 محفوظ بود، ولی در سالهای اخیر آن را کسان دیگری غصب کردند. در این مدت که در خدمت امپراتوریس هستم از طریق سفیر فرانسه چند بار موضوع را پیگیری کردم، ولی گویا تا خود به پاریس نروم کاری صورت نمیپذیرد. امپراتوریس که گویا قانع شده بود صحبت را برگردان. گاهی درباره پیک‌هایی که به ایران میفرستید گزارش‌هایی به ما داده می‌شود. هر بار که پیکی میآید هم حکام بین راه گزارش میکنند. آنها میخواهند بدانند که در این محمولات که به نام دربار سن پترزبورگ میآید چیست. امینه با نگاه تیز و جدی خود خواست به امپراتوریس بفهماند که این توهمات ناشی از آن است که او خود را از مذاکرات جدی و اخبار سیاسی دور نگه میدارد. پس گفت آخرین خبری را که از ایران رسید توسط صدفان اسماعیلوفسکی به اطلاع دفتر مخصوص امپراتوریس رساندم. پسرم محمد حسن خان قاجار بعد از 2 بار شکست دادن افغانها و لورهای جنوب چیزی نمانده که به پایتخت برود و تاج سلطنت ایران را بر سر بگذارد. گرچه امپراتوریس خود با خبرند که از چند سال پیش تمام شمال ایران در ید قدرت اوست و بازماندگان نادرافشار بیهوده مقاومت میکنند. 1 ماه پیش از دفتر نظامی استدعا کردم که 40 توپ و مهماتی را که محمد حسن خان خواسته بود به او بفروشند. حتما به عرض امپراتوریس رسیده است. بقیه این مذاکرات به مسکو موکول شد تا ملکه بتواند بنا به خواهش میهمانان که می‌خواستند رقص دست جمعی را آغاز کنند به آنان بپیوندد.
از دوران پتر کبیر بسیاری از تشریفات و آداب دربارهای اروپایی به خصوص فرانسوی ها به روسیه راه یافته بود. امینه در مجالس درباری و اشرافی وقت رقص جمعی در کناری می ایستاد و از بالا صحنه را می نگریست. چند باری که افسران جوان و شاهزادگان حاضر در میهمانی ها توسط آنا اسمایلوفسکی پرسیده بودند که آیا می توانند از این مهمان عالی قد تقاضای رقص کنند، با جواب منفی او روبرو شده بودند. جز امینه، کاترین، عروس خانواده سلطنتی ها هم در این رقص ها شرکت نمی کرد و معمولا در کنار شوهر سبکسر و کم مایه اش می نشست. و حتی وقتی پتر شوهرش هم به رقص و شادخواری می افتاد، وی همچنان در جای خود می نشست. در این مواقع او ترجیح می داد که با چند تن از زنان محترم و از جمله امینه گفتگو کند. قبل از رسیدن به مسکو به دستور ملکه، دفتر نظامی با فروش توپ و مهماتی که محمد حسن خان سفارش داده بود موافقت کرد. امینه بهای آن را پرداخت. در مسکو آنچه که دیده می شد تفاوت فاحشی بود که بین زندگی درباریان و اشراف با مردم عادی وجود داشت. امینه که کاخها و قصرها دیده و خود با زندگی سلطنتی آشنا بود، از دیدن فساد و اسراف و بدکاری درون کاخ کرملین به وحشت افتاده بود. در حالی که او بیش از اشراف روسیه می دانست که چه فقر و عقب افتادگی عمیقی سراسر روسیه را در خود گرفته است. دیر نبود که دانست که کاترین عروس دربار هم مانند او فکر می کند. ملکه الیزابت در وان جواهر نشانی حمام می کرد و در یک آتش سوزی که در کاخ کرملین رخ داد، هزاران دست لباس او در آتش سوخت. او ده ها کالسکه طلاکوب و جواهر نشان داشت و کاخهای تو در توی کرملین در عصر او به گرانبهاترین تزئینات آراسته بود. در حالی که تمام وقت ملکه به قمار و خودآرایی و انتخاب لباس و شبگذرانی می گذشت، روسیه هر روز بی‌نظم‌تر می شد. امینه در ملاقاتهای دائمی خود با کاترین که گراند دوشس خوانده می شد، دریافت که این دخترک نیمه پروسی لحظه ای را برای خواندن از دست نمی دهد. در یکی از این دیدارها، امینه با سر چارلز ویلیامز آشنا شد که سفیر انگلیس در دربار روسیه بود و دانست که وی با کاترین روابط ویژه‌ای دارد. در حقیقت مانند معلم او عمل می کند. کتاب‌هایی در دسترس او می گذارد که نقش راهنما را دارد. سر ویلیامز در همان دیدار به امینه فهماند که از همه جا اطلاع دارد. از جمله از ایران و مایل است وسایل ارتباط محمد حسن خان قاجار را با دولت انگلستان فراهم آورد. در این حال از امینه خواست که در سفر اروپا میهمان رسمی دربار انگلیس باشد. چیزی که امینه را به حیرت انداخت نزدیکی بیش از اندازه این دیپلمات میانسال انگلیسی با کاترین بود. چنان که امینه باور نمی کرد که این مرد حتی از اسرار خصوصی روابط کاترین و شوهر کم عقلش بیخبر باشد. جزئیاتی که از نظر امینه یک پرنسس متشخص فقط حق داشت به ندیمه ها و دوستان نزدیک خود بازگو کند. ولی واقعیت این بود که تزار آینده دچار بیماری روانی به خصوص بود که او را از نزدیک شدن با زن جوان گرمطبع مانند کاترین دور می کرد. امینه وقتی دریافت که به توصیه سفیر انگلیس کاترین برای آن که درخواست و اصرار ملکه را پاسخ گوید و فرزندی بیاورد به مرد دیگری جز همسرش متوسل شده است، دنیا در نظرش تار شد. در فرهنگ او چنین کاری جا نداشت. خودش در 25 سالگی بیوه شده بود و از آن پس هیچ مردی جرأت آن را نکرده بود که کلمه محبت آمیزی به او بگوید. به یادش افتاد پیکی را که در آن شب دیجور سر نادر افشار را به قلعه سمنان آورد تا از او خواستگاری کند و عشوه و ملاطفت معنادار آخرین شاه طهماسب به صفوی به یادش آمد و چندشش شد. اما اطلاع از اسرار خصوصی روابط کاترین با سرگئی سالیشکوف و اطمینان یافتن از اینکه کاترین از او و نه از شوهرش گراند دوک پتر حامله است، امینه را در دومین سال اقامت در دربار روسیه به ناراحتی انداخته بود. گرچه هر بار که رفتار بچگانه و توهین‌آمیز گراند دوک را با کاترین می‌دید، به حال این دختر افسوس می‌خورد. او می‌دانست که کاترین برای باقی ماندن در کاخ سلطنتی چه بهای گزافی می‌پردازد. سرانجام روزی که باید فرا رسید، امینه که بارها خواسته بود به اروپا برود و
و هر بار با اصرار و محبت ملکه الیزابت از رفتن من شده بود، اینک با پیام او میبایست روسیه و کاترین را ترک گوید. آنا اسمایلوفسکی حامل این پیام بود و امینه اجازه یافت که برای دیدار خداحافظی به حضور ملکه برود و یک بار هم از کاترین که ماهای آخر حاملگی خود را میگذراند دیدار کند. در دیدار آخر، الیزابت تزارین روسیه که معمولاً نزدیک ظهر از خواب برمیخواست، ساعتی بعد از ظهر امینه را پذیرفت و یک انگشتری گرانبها به او هدیه داد. با فرمانی که صادر شده بود و در آن امینه کنتس خطاب شده بود، با این حکم امینه میتوانست مطمئن باشد که در داخل خاک روسیه همه جا با احترام بدرقه خواهد شد. در این جلسه امینه دریافت که پیشبینی همسر اسمایلوفسکی درست بوده و تزارین از او توقع بزرگی دارد. با خواست امپراتوریس روسیه، دو نفر به جمع همراهان امینه اضافه شدند. دختری 10 ساله و ندیمه‌اش که زنی از اهالی هولشتاین بود. وقتی امپراتوریس به امینه گفت که قصد دارد فئودورا دخترش را که تا آن زمان وجودش از همه مخفی نگه داشته بود به او بسپارد، امینه در لحظه ای باور نکرد. نشنیده بود که امپراتوریس دختری دارد. لحظه ای ترس وجود او را فرا می گرفت. آنقدر با تاریخ روسیه و خانواده رومانوف آشنایی داشت که بداند چه خطراتی در دور سر مدعیان سلطنت و نزدیکان امپراتوران و ملکه ها می گردد. مگر نه آنکه آنا امپراتوریس قبلی و همین الیزابت که اینک امپراتوری وسیع روسیه را با قدرت اداره می کرد تا پیش از انتخاب در گوشه مانند یک فرد عادی روزگار می گذراندند. از کجا که فئودورا این دخترک کوچک روزگاری امپراتوریس نشود؟ تصور چنین رویدادی اما او را به وجد آورد. از اعتماد امپراتوریس سپاسگزارم. آیا برنامه خاصی برای زندگی و تربیت پرنسس در نظر دارید؟ امپراتوریس در پاسخ به او گفت که فقط انتظار دارد که امینه دختر نوجوان او را با خود به پروس ببرد و وی را به عنوان دختر خود نزد یک خانواده اشرافی بگذارد که مانند اروپاییان تربیت شود و خود بر کار او نظارت کند. ملکه برای این کار علاوه بر 50,000 روبل که به امینه پرداخت، ماهی 10,000 روبل نیز مقرر داشت که هر ماه به اسمایلوفسکی داده می شد تا برای امینه ارسال شود. این دیدار با تمام نتایجی که برای امینه به بار آورد، شورانگیزتر از دیدار امینه با کاترین نبود. در این زمان کاترین باردار بود و با رنگ پریده روی تخت خواب مجلل خود خوابیده بود. به امینه گفت که چون مادری ندارد، امیدوار بود که او را وقت وضع حمل بالای سر خود ببیند، ولی گویا باید از این خیال چشم بپوشد. امینه چیزی نگفت، فقط وقتی برای بوسیدن کاترین روی رخت خواب خم شد، در گوش ملکه آینده روسیه گفت که اطمینان دارد مسئولیت‌های بزرگی در انتظار گراند دوشس است. کاترین انگشتر الماس و روبل‌های سلطنتی نداشت تا مانند تزارین الیزابت به امینه بدهد. برعکس این امینه بود که از ماه‌ها پیش پس از باخبر شدن از بدهکاری‌های کاترین به بهانه‌های مختلف به او یاری می‌رساند. وقت جدا شدن امینه کاترین را مانند دخترش در آغوش کشید. او که دختران بسیاری تربیت کرده بود که اینک هر کدام در گوشه‌ای از دنیا در خانه بزرگی زندگی می‌کردند، این دختر جوان را دوست می‌داشت و قابلیت‌های او را می‌ستود. و آیا به درخواست او بود که وقایع مهم سفر خود را نوشت؟ آیا نسخه‌ای از این یادداشت‌ها برای کاترین فرستاده می‌شد؟ در مرز روسیه فرستادگان ملکه در آیینی رسمی و نظامی با شلیک تیر و توپ با میهمان عالی‌قدر خداحافظی کردند. فرماندهشان شمشیر را در وسط پیشانی خود رو به آسمان گرفته برای کنتس امینه آرزوی سفر خوش کرد. پروس سبز و خرم و ثروتمند بود. امینه در پوتسدام در کاخ یکی از عموزاده‌های فردریک کبیر امپراتور وارد شد. تابلویی که در موزه ملی پوتسدام نگهداری می‌شود، او را نشان می‌دهد با همان پوشش سیاه باریک و بلند که در وسط تالار ایستاده است و فردریک کبیر و سردارانش و زنان آنان با لباسهای اروپایی دور تا دور مبهوت او هستند که ماجرای زندگی خود را باز می‌گوید. امپراتور پروس عاشق هنر و ادبیات و تاریخ بود و دربارش مجمعی از بزرگان نقاشی، موسیقی،
فلسفه و ادبیات از سراسر جهان. برای آنان امینه قهرمان یک رمان پرکشش بود که زنده شده و خود داستان زندگیش را بیان می کرد. داستانی که از کودکی او شروع می شد که همراه با ماری پوتی لابرولاندیر وارد اصفهان شد. شهری که پدر بزرگ او و پسرانش را در آنجا سر بریده بودند. و هنوز چشمش به شهر مناره ها و گلدسته ها خونه کرده در میدان شاه شاهد آن بود که به دستور شاه پدر دلاورش را به 4 اسب بستند و تکه تکه کردند. بعد روزی خود ملکه و سوگلی شاه صفوی شد و خزانه دار جواهراتی که چون آن کسی ندیده بود. روز دیگر در استراباد به عنوان یک همسر خان ترکمن چادر نشین. پس آنگاه بیان سحرانگیز امینه که به زبان فرانسه داستان عمر خود را باز می گفت برای حاضران دربار فردریک که سفرنامه های تاورنیه و شاردن را خوانده شعرهای لافونتن را از بر داشتند و این اواخر به چاپ آلمانی نامه های ایرانی مونتسکیف دست یافته بودند وصف دیگر بود از سرزمین اسرارآمیز ایران، سرزمینی که در همان روزها یکی از سخت در این دوران خود را پس از مرگ یک شاه مقتدر می گذراند. آوازه ی قصه های امینه به زودی در تمام دربار پروس و از آنجا در تمامی محافل اشرافی و ادبی اروپا که علی‌رغم تمام جنگ ها و خونریزی ها به یکدیگر راه داشتند پیچید. امینه خود در یادداشت هایی که 5 سال آینده زندگی او را در اروپا در بر می گیرد و شاید برای مطالعه کاترین و به سفارش او نوشته باشد، دیدار از پروس را آغاز زندگی دوباره خود برمی شمارد. کتابخانه بزرگ امپراتور پروس، فردریک کبیر، برای او اقیانوسی بود که گویی آفریده شد تا او در آن شنا کند. احساس می کرد 48 سال را بیهوده زیسته است. و با این همه ماجرا که بر او گذشته، تازه به آبگیری افتاده که جای اوست. می خواهد بداند، بداند و بداند. کتابدار قصر پوتسدام حیران این زن شرقی شد که به او کنتس می گفتن. زنی که هر روز چند کتاب از او می گرفت و تا فردا همه را خوانده بود. در پی 2 ماه اقامت در پوتسدام سرانجام نیز با کتابهایی که فردریک به او اهدا کرد همراه فئودورا سوار بر کالسکه سلطنتی شد. افسر جوانی که از سوی امپراتور مأمور بود تا وی را به مرز فرانسه برساند و در راه جز چند کلمه از او نشنید. امینه تمام مدت سرش در کتابی بود که روی زانوان خود گشوده، روی شال بیبی باف ترکمن، شالی که او را با گذشته، با فتحعلی خان، با زندگی، با خواجه نفس و با استراباد پیوند می داد. زمستان بود، برف و بوران راه و باران یک ریز او را باز نمی داشت. چنان که خود ندانست که چگونه از هایدلبرگ گذشت و در خاک فرانسه خود را به نانسی رساند. و از آنجا با ارسال نامه ای از ولتر خواست تا او را بپذیرد. در مدت اقامت در پروس وصف ولتر را بسیار شنیده بود. بعد از آنکه پیک او با جواب مساعد ولتر برگشت، امینه قاصدی نزد مادام دو شاتله فرستاد که ولتر در قصر او در سیره ساکن بود. مادام دو شاتله با پیام فردریک کبیر خود را آماده پذیرایی از کنتس کرده بود. و امینه در یک صبح زمستانی در کتابخانه قصر مادام دو شاتله موفق به دیدار مردی شد که آوازه شهرتش تمام اروپا را نوردیده بود. امینه حتی وقت ملاقات با امپراتوران و شاهان نیز چنین به دست و پا نمی افتاد. آری، این فرانسوا ماری ولتر بود، پیرمردی که در میان کتابها و نوشته های خود محو شده بود. امینه سخن گفتن با سلاطین و تاثیرگذاری بر آنان را می‌دانست، ولی جز مامد آزادی پدر مختوم قلی شاعر ترکمن با ادیبان و شاعران دیدار نکرده بود. حتی نمی‌دانست باید چه چیزی به این مرد هدیه کند. این حادثه کوچک نبود و امینه می‌دانست که باید لحظه به لحظه و جز به جز آن را در خاطر بسپارد. حتی به مادام دو شاتله دل نبندد که وی را مانند کنتسی پذیرا شده بود، بلکه باید در دل این مرد که مظهر رنسانس نام گرفته خود را جا دهد. امینه این صد را هم گذران. غروب آن روز وقت دیوان جلد چرمی اشعار حافظ شیراز را که هنرمندان اصفهانی در صحافی آن منتهای لطف را به کار برده بودند به ولتر داد، دید که آن مرد پرآوازه بی آنکه بتواند متن اشعار را بخواند به وجد آمده
و کتاب را می‌بوسد. امینه تا خود را به قصر مادام دو شاتله برساند درباره ولتر فراوان خوانده بود و می‌دانست که این مرد 30 سال پیش یک بار به اتهام سرودن اشعاری در حجو لویی 14 به زندان مخوف باستیل افتاده و یک بار دیگر هم به جرم توهین به شوالیه دوروان و 3 سالی در انگلستان هم درس بزرگان ادب بود. با شهرتی فراوان و در حالی که عضو آکادمی فرانسه شده و حالا به توصیه هواخواهان خود از پاریس دور شده تا از ضرب شمشیر سلطنت خواهان در امان بماند. چرا که در نامه های فلسفی سیستم حکومتی انگلستان را تحسین کرده و در مقابل دیکتاتوری سلاطین فرانسوی را به مسخره گرفته بود. ولتر در مقابل نسخه خطی و زیبای دیوان حافظ شیراز که امینه به او داد، قصد تلافی داشت که با درخواست پل ملاتفت کنتس ایرانی روبرو شد که از او می‌خواست که نسخه ای از نوشته‌های چاپ شده خود را برایش امضا کند تا خود و فرزندانش بدان مفتخر باشند. ولتر نمی‌دانست و نباید می‌دانست که فرزندان امینه هیچ کدام را آن ذوق و استعداد نیست که مانند مادرشان فرسنگ‌ها راه برای دیدار کسی چون ولتر پشت سر گذراند. در آن زمان که امینه در کنار شومینه کاخ مادام دو شاتله با ولتر گفتگو داشت، خدیجه دخترش در سلک 10 زنی بود که کریم خان پهلوان مسلک لور در حرم سرا داشت. نه او و نه شوهرش در همه عمر کتابی نخوانده بودند. پسران امینه، محمد حسن و محمد حسین نیز جز جنگ و کشتار و غارت چیزی نمی دانستن. ولتر در این زمان مشغول نوشتن رساله‌ای بود در باب آداب و رسوم و روح ملل و حضور کنتس ایرانی فرصتی بود تا از روح شرق، روح مسلمانان، روح ایرانیان خبر بگیرد. همین کنجکاوی نویسنده تندخو را واداشت که در آن 2 هفته بخش عمده‌ای از وقت خود را اختصاص به بالا بلند سیاه چشمی دهد که از شرق آمده و از اصفهان و ایلات ترکمن و نژاد اسلاو و مردمان خزر چیزها می دانست که در هیچ کتابی یافته نمی شد. بعدها ولتر در نقد تمسخرآمیز آثار مونتسکیه از اطلاعات امینه برای مسخره کردن نامه های ایرانی بهره ها برد. شبها وقتی ولتر به بستر می رفت، امینه در اتاق خود دل از مهمان های مادام دو شاتله که زنی بود هنرپرور و خوش صحبت می رو بود. ولی هرگز تا دیر وقت نمی ماند تا بتواند نمایش نامه های ولتر را بخواند و در بحث های فردا مجبور نباشد چون شنونده بی اطلاع بدون معنا سر تکان دهد. از میان این نمایش نامه ها ادیپ، بروتو و مروب که بر اساس اساطیر یونانی نوشته شده او را بیشتر مجذوب خود می کرد. ولی جالب تر از همه چند شب مهمانی در سالن باشکوه قصر بود که در آنجا ولتر به عنوان زنده ترین و جذاب ترین چهره فرهنگ فرانسه شعرهای خود را می خواند. میهمانان مادام دو شاتله که بعضی از آنها از راه های دور می آمدن گاه روزها در انتظار می ماندن و آن مرد تندخو که مدام در حال نوشتن بود همیشه حاضر به حضور در میهمانی میزبان خود نمی شد. ولتر معمولاً درخواستهای مادام دو شاتله خود را برای شرکت در میهمانی ها رد می کرد. مگر گاهی که خودش هم نیاز به شرکت در جمع داشت. اما مادام دو شاتله خبر داشت که ولتر هر روز چند ساعتی را با این کنتس ایرانی می گذراند و گاه در خیابانهای جنگلی سیره با او گفتگو کنان به راه می افتد. در حالی که هیدر بیگ همراه قوی اندام امینه هم در چند قدمی پشت آنها می رود. او دمی چشم از خاتون خود بر نمی دارد. مادام دو شاتله وقتی حیرت زده ارتباط بین امینه و ولتر شد که خبر یافت 2-3 روزی نویسنده و شاعر پرکار از صبح تا شام را به گفتگو با هیدر بیگ می گذراند و در این حال هیدر بیگ دست به سینه ایستاده و امینه روی صندلی راحتی کنار شومینه لم داده و مترجم و واسطه سوالهای ولتر و پاسخهای هیدر بیگ است. مصاحبه ولتر با هیدر بیگ از لحظه آغاز شد که در خیابان مشجر کاخ سیره با امینه راه می رفت و از انسانها و طبع سرکش آنها و طبیعت آزادی طلب بشر می گفت. امینه با ادب از او پرسید مگر تمام انسانها را می شناسد که چون این احکام کلی صادر می کند و چون فیلسوف به بحث درباره هر یک از مردم طوایف مختلف
و نقاط دور و نزدیک زمین پرداخت، امینه از او خواست تا با حیدربیک هم گفتگو کند که جوانی از اهالی کبیر جنوب خراسان بود و مادرش از خاندان صفوی. در آن روز حیدربیک به امر خاتون خود جلو آمد. امینه خود وظیفه مترجمی را به عهده گرفت و ولتر پس از چند سوال مبهوت سرگذشت حیدربیک شد. حیدربیک ویرانگری های محمود افغان را در اصفهان باز گفت و چهره آن جوانه که افغانی را ترسیم کرد. جوانی که بر بزرگترین شهر شرق دست یافت و امپراتوری صفوی را منهدم کرد. حیدربیک وصف ملا زعفران را برای فیلسوف فرانسوی گفت و شبی را برای او باز گفت که محمود به کشتار صفویان مشغول شد. ولتر وقتی هیجان زده شد که دانست حیدربیک در کودکی 2 روز را غرق در خون مادر و بستگان و در میان اجساد آنها خفته و خود را به مردن زده تا از مرگ رهایی یابد. ولتر مدام تکرار می کرد: انتخاب مرگ برای گریز از مرگ، زنده باد زندگی. ولتر در آن چند روز سرگذشت امینه را شنیده و گاه یادداشت کرده بود. یک بار نیز وقتی امینه از زندگی خود با شاه سلطان حسین می گفت که در کاخ 40 ستون چگونه روزگار می گذرانید و زمانی که کلید خزاین و انبار جواهرات و طلا و نقره های پادشاهی صفوی را در دست داشت و اصفهان غرق در زیبایی و هنر و عشق و شادی بود و در همان احوال افغان ها به شهر نزدیک می شدن، ولتر به هیجان آمده فریاد برداشته بود: هیجان انگیز است. همان روزهایی است که من در زندان باستیل بودم و شپش می شمردم. چه حکایتی. در روزهای بعد ولتر در مجالس شبانه یا عصرانه قصر ماجرای امینه و حیدربیک را برای مادام و میهمانان او تعریف می کرد و امینه را نشان می داد. بدون این گفته ها نیز کنتس ها و دوشس ها و مهمان های محترم مادام مجذوب شخصیت و حکایت های امینه بودن. مادام دو شاتله در 2 هفته از اقامت امینه در سیره در نامه‌ای برای دکتر لئان نوشت که در پاریس در انتظار کسی باشد که حکایت‌هایش تمام قصه‌هایی را که تاکنون شنیده بی‌اعتبار و مسخره می‌کند. بهار بود. امینه قصر مادام دو شاتله را در حالی ترک می‌گفت که همه وجودش در تسخیر ولتر بود. آشنایی با او تصویر جهان را در نظرش دگرگون کرده بود. در آخرین شب مادام میهمانی مختصر اما مجللی برپا داشت که ولتر هم در آن شرکت داشت. چند روز پیش پیکی از پاریس رسیده و خبر داده بود که عروس شهرهای جهان در انتظار امینه است. خانه ای را برای ورود او در نظر گرفته بودند و ماری لوئیز، نواده ژنرال کنده، شخصیت افسانه‌ای فرانسه که با یکی از خاله‌زاده‌های لویی 15 ازدواج کرده بود، میزبانی امینه را در طول اقامت در پاریس به عهده داشت. جز آن که امینه می‌خواست خانه و دارایی‌های پدرش را که از 40 سال پیش در پاریس رها شده بود به دست آورد. مادام دو شاتله با نوشتن نامه‌هایی برای بزرگان پاریس راه را برای او هموار کرد. در شب آخر ولتر به نقل از امینه داستان دربار روسیه را برای جمع بازگو کرد. بعضی از حاضران از پتر کبیر و جانشینان او و سلطنت الیزابت دخترش خبر داشتند. اما ولتر برای آنها از دخترکی آلمانی زبان گفت که اینک در قصر کرملین یا سن پترزبورگ محبوس است و کتاب می‌خواند و تزار آینده را به دنیا آورده و آینده بزرگی در انتظار اوست. ولتر با این حکایت هم فرصت می‌یافت تا از سیستم حکومتی فرانسه انتقاد کند و به مسخره بگوید که فرانسوی‌ها فکر می‌کنند ماری ترز، امپراتوریس اتریش، بزرگترین زن عالم است و وجود او در کاخ شامبرون به آن می‌ارزد که 8 سال تمام اروپا دچار جنگ شود و هزاران نفر در این راه جان خود را از دست بدهند. این حمله گهگاه ولتر به جنگ‌ها و افتخارات فرانسه خیلی از میهمان‌ها را خوش نمی‌آمد. آنها بیان نرم و سیاستمداری امینه را بیشتر می‌پسندیدند که حالا بعد از روزها دیدار و گفتگو با فیلسوف خشن و هجوگو گاه نیز به آرامی با او مخالفت می‌کرد. در این زمان میهمانان با خود می‌گفتند این کنتس ایرانی چقدر فرق دارد با زنان فرانسوی که جز خودآرایی و جلوه‌گری و پچپچ کاری نمی‌دانند.
امین خود نیز بیشتر آنها را خسته کننده می‌یافت. سرانجام در بامداد روزی که درختان و مستانهای سیره جوانه زده بود، کالسکه مجلل امینه که هیدر بیگ بر بالای آن کنار درشکچی نشسته بود، با مشایعت حاضران کاخ مادام دوشاده را دور زد. دو ردیف سربازان تفنگ به دوش کالسکه را بدرقه می کردن و دو اسب زیبا و خوشندام و قوی از نژاد اسبان اسکاتلند در دنبال کالسکه روان بود. مادام دو شاتله که در همان روزهای اول ورود امینه به سیره تاخت بردن و اسب سواری او را در کوه و دشت‌های اطراف دیده بود و روزها با دوربین به تماشای هنرنمایی او در چوگان بازی و اسب سواری پرداخته بود، وقت خداحافظی این اسب‌ها را در مقابل هدایای گشاده دستانه امینه به او هدیه کرده بود. اما امینه تا کالسکه‌اش از نظرها دور شود در همان صندلی چرمی لمیده بود و به دشت‌های بهار زده و سبزی مینگریست که تا چشم می‌دید چون خرمنی از زمرد گسترده بود. در این حال و با زحمتی که از تکانهای کالسکه حاصل می‌آمد، در کتابچه کوچک خود می‌نوشت. مه غلیظی آرام آرام دامن خود را روی سبزای دشت‌های شمالی سرزمین گل‌ها پهن می‌کرد و یاد اصفهان و استراباد نیز در خاطر امینه زیر مه غلیظ خاطره دیدار ولتر پنهان می شد. مهی که تا پایان عمرش و در فراز و نشیب‌های دیگر زندگی که در انتظار او بود هرگز از خاطرش برنخواست. مگر نه آنکه فیلسوف در صفحه اول کتاب سرنوشت خود برایش نوشته بود ارزش سرگذشت خود را بدان. امینه قصد داشت در عروس شهرهای اروپا سرگذشت خود را به گونه دیگر بنویسند. هوس آن داشت که چون مادام دو شاتله شرایطی فراهم آورد که کسانی همانند ولتر را بپذیرد و به جای کسانی مانند نادر افشار، طهماسب صفوی و حتی سلاطین و فرمانروایان اروپایی و آسیایی مردان احساس و تفکر را دیدار کند، از این پس علاقه من بود ارزش سرگذشت خود را بدین گونه بداند. افق رنگ خون زده بود و این خون را بر جلگه می زد که از رود سن جام می گرفت و پاریس جادویی در کنارش بود. چند سوار از جانب شهردار پاریس رسیدن تا امینه را چون مهمان گرانقدری وارد کنند و این هنگامی بود که مانند هر بامداد و هر ظهر و هر غروب هیدر بیگ و میرزا ابو طالب تجیری پرنقش ترکمن بر کنار جویی زده بودند و در پشت آن دور از چشم‌ها امینه بر سجاده خود نشسته بود. سواران همراه و آنان که از پاریس رسیدن از دور ابو طالب را می دیدن که کنار تجیر سجده می برد. هیدر بیگ چون همیشه با چشمان تیز عقاب‌وار اطراف را می پایید تا چیزی خلوت آن بالا بلند را که فقط وقت نماز تنپوش سیاه او را عبای سفید رنگی از سر تا پا می پوشاند برهم نریزد.